از ماجرای درگیری فیمساجی با شاهینلو و کتک خوردن اون و خبر کشته شدن فیمساجی در ترکیه و هزاران ماجرا و حتی دیس فیمساجی به رضا پیشرو و درگیری رضا پیشرو و تماس تلفنی رضا پیشرو با فیمساجی همه و همه در این ویدیو. این ویدیو چون قضیهش خیلی مفصله همش رو در قالب یک کلیپ من توضیح میدم، ولی به عنوان یک ویدیو کامل از حواشی اخیر فیمساجیه و اگه دوست داشتید ویدیو رو تماشا کنید دوستان یوتیوب فارسی و بریم ببینیم که اصلا قضیه و ماجرا چی بوده. همه چیز از ترک حله رضا پیشرو، آقای امیر تتلو، آقای حسین و حتی آقای توهی شروع میشه. وقتی که این ترک حله میاد بیرون، قراره که این افرادی که نسل یک رپ فارس هستن ریمیکس این ترک رو بیرون بدن که به گفته خیلی ها در ریمیکس این آهنگ فیمساجی هم حضور داشته، ولی توهی اسمش رو خط زده. سر همین خط زدن اسم فیمساجی، خود فیمساجی ادعا میکنه که رضا پیشرو با من تماس داشته و حتی با خود توهی هم صحبت کردم، همون قضیه ایپاپولوژیست و این ماجرایی که در اون وسط هم رخ داد، میگه صحبت کردم با رضا پیشرو و رضا پیشرو توی تماس به من فوش ناموسی داد و از این جور صحبت ها فیمساجی کرده. که البته الان تا اونجایی که میدونم اونالا شواهد وجود داره و واکنشی که خود رضا پیشرو نشون نداده و کلا رسانه های رپ فارس، بعید میدونم این موضوع حقیقت داشته باشه یا حداقل فیمساجی صدا رو ضبط نکرده چون که داشته با یه آرتیست مهم صحبت میکرده، تلفن زده بهش دیگه، و از این جور ماجراها یه مقدار قضیه بو میده که رضا پیشرو آیا واقعا به فیمساجی زنگ زد و فوش ناموس داده یا نه. آقا همه این ماجراها شد تا اینکه فیمساجی تصمیم میگیره یک موزیک ویدیو به همراه یک موزیک که به گفته خیلی ها، حتی این حرف من نیست، گفتن که این موزیک ضعیف بوده، میاد یه موزیک دیس به رضا پیشرو میده و داخل اون موزیک داخل چنل یوتیوبش هم منتشر شد و روی صفحه هم اینجا واسه شما میارمش تامنیلشو، داخل این موزیک دیس به آقای رضا پیشرو میده و خیلی هم گفتن که به تتلو هم فوش داده، یعنی توی این موزیک، و البته خودش میگه من فوشی ندادم فقط دیس کردم. خب و طرف حسابش میگه من یه جور طرف حسابم پیشرو آقای توهی بوده. حالا از اونجایی که گفته من با آقای تتلو کاری ندارم، ولی خود رضا پیشرو هم یکی از بزرگای رپ و این دیسی که بهش داده باعث شده ما بین طرفداراش فیمساجی حسابی منفور بشه، به حدی که اون ویدیو دیسلایکاش 10 برابر لایکاش شده ویدیوی موزیک ویدیویی که داده. و حتی به قضیه کتک خوردن فیمساجی و خبر کشته شدن اون میرسه، حتی خدایی نکنه که اگه این خبر فقط یه حالت شایعه مانند داشته، ولی بهش میرسیم. آقا این قضیه شد و این اتفاق افتاد و دیسترک رو داد تا اینکه آقای شاهینلو که توی تی ام بکس هم بوده، و این شاهینلو من دیدم یک آهنگ داره با خانم نیلی افشار، که نیلی افشار یکی از کسایی که تو بت و این افرادی که در بت هستن، خب از اون طرف من دیدم که فیمساجی با افرادی که توی بت هستن و این توی بهشون میگن خزای این اینستاگرام، حالا من نمیگم بهشون میگن، بیشتر بهش رسیدش دارم اینو میگم، فیمساجی هم با اونا رفیق بوده، سر همین پل ارتباطی که بهشون هست و ماجراهایی که رخ داده خیلی ها گفتن اون درگیریش با شاهینلو فیک بوده. اول از همه شاهینلو یک استوری در رابطه با فیمساجی میذاره و میگه که من قرار بیام و بالا سر تو اینجور صحبت ها، و در جواب فیمساجی هم یک استوری میذاره داخل اینستاگرامش و میگه آقا شما همش لب و دهنی نمیای و اینا. شاهینلو توی استوری اینستاگرامش گفته من نه تا حالا بی‌ادبی کردم نه دنبال خودنماییم، نسل جدید باید به نسل یک احترام بذاره، اون آقایی هم که شروع کرده به بی‌ادبی کردن یوتیوبره، به نسل نمیخوره، دهش هستی پیر نشده یهو میاد بالای سرت، اینم لبس توی مجازی نیست، یهو واقعیشو نشون میدم، خدا رو شکر سامبولی و میبینمت. حالا بریم صحبتای فیمساجی بعد از این استوری رو ببینیم. حاجی لفظ بسه، خب یعنی فقط لب و دهن، فقط در حد همین استوری که آقا من میام بالا سرت فلان، داداش من استانبولم، کلی هم رفیق مشترک بینمون هست، همه آدرس منو دارن، همه میدونن من کجام، میخوای بیای بالا سر من پاشو بیا. مردتش اینجا نزنیدشو راجعه همینه، راجعه همینه، راجعه همینه، خوش.
همونطوری که دیدید یک مرد ریشو کنار فیمساجی نشسته. میگن که این پسره که خودش رو به عنوان رفیق فیمساجی جا زده، حالا رفیقش بوده، این همین آقای شاهینلو رو میگه که فیمساجی الان اینجاست، بهش خبر میده و این شاهینلو رو میکشه اونجا. اگه هم توجه کنید زمانی که فیمساجی داره کتک میخوره نگرانه و میگه تو رو یعنی میگه نزنیدش، یعنی فیمساجی رو نزنید، چون یه جورایی خودش این خبر رو داده. البته بچه ما فقط داریم از احتمالات صحبت میکنیم، ما ممکنه ساختگی هم باشه، به احتمال ساختگی بودنش هم میرسیم. بعد این پسره در این حالی که شان به شاهینلو خبر داده، خب در این اینها شاهینلو بگه میاد بالا سرش و همه پستای اینستاگرام فیمساجی رو حذف میکنه، یعنی گوشیشو میگیرن و مشخص همین سلام کجاست و فیلم معذرت خواهیشو داخل پیج خودش میذارن که ویو بالایی هم خورده و خیلی جا راجبش صحبت کردن. حالا چه بلایی سر فیمساجی اومده؟ من یه نفر آشناهای حالا بوده، یک فر نزدیک فیمساجی بوده و بعد خبر رسیده که مثل اینکه یه اتفاق خیلی بد برای فیمساجی افتاده و خونی شد و خواستم بترسم، ولی اتفاق بدتر افتاد، یعنی دیگه از ترس گذشت و خدای نکره بخوام روک بگم، مثل اینکه گفتن کشتنش رو با اینجور صحبت. و این خبر بچه در حد شایع است و مشخص نیست که این حقیقت داره یا نه. این از این ماجرا. حالا یه چیزی که ما باعث میشه شک کنیم چیه؟ همون قضیه نیلی افشار یه موردشه. یه مورد دیگه شو این آقای شاهینلو، خب توی موزیک خیلی سررشته داره، حالا درست رفیق حسین هم هست، حالا مثلا با اونا در ارتباطه، اینا رو اوکی، ولی فیمساجی اصلا به حسین صحبت پوشی نداد و نیدم که مثلا رضا پیشرو فالو داشته باشه یا رضا فالوش داشته باشه. خب دیگه اگه رفیق بود دیگه اونجوری میشد. خب اینجای کار یه چیزی میلنگه. زمانی که میاد بالای سر فیمساجی همین آقای شاهینلو، اول خیلی گفتن این یک تراژدیه، یک نقش، یک فیک، یه چیز فیکه که میخوان این دو نفر دیگه با استفاده از این دیده بشن و فیمساجی پول داده به شاهینلو این حرکت رو بزنه که دیده بشه و اینجور صحبت ها. و زمانی که شاهینلو میره بالا سر فیمساجی، یه اون رفیقش دستش رو میذاره رو شونه فیمساجی. اگه توجه کنید فیلمو، من اینجا فکرم واسه دیگه پیبکش کنم، دستش رو میذاره رو شونه فیمساجی، خلاص یه بخواد بیاد و همون لحظه و اکت فیمساجی یه جورایی گفتن غیر طبیعیه و اون چکی که خوردم آروم بود، زیاد کم نبود و توی ویدیو هم اصلا نگفته من فلان خوردم. خب فوشن فهم یه من معذرت میخوام که اگه آقای شاهینلو قضیه واقعا میگفتن چرا بدتر از این نگفته، چرا آبروش نرفته، یعنی میخواستن، یعنی آبروشو نبردن. حالا این هم دلایل محکمی نیست. اینکه میرسیم به یه چیز خیلی عجیب غریب، اینه که داخل ویدیویی که تو هست، همین ویدیویی که داخل کانال فیمس توی اینستاگرام فیمساجی پخش شده، کات هایی که توی ویدیو داده میشه. ببینید وقتی دارن از فیمساجی باش صحبت میکنن، دارن میزننش، توی ویدیو لابلای ویدیو کات میخوره، هی مدام این اتفاق میفته، کات میخوره و آخر ویدیو هم حذف میشه. اینم یکی از دلایلی که ممکنه این اتفاق فیک باشه. خبر بعدی اینه که از اونجایی که فیمساجی جدیداً با رپرهای زیادی و پولهای زیادی که حالا خرج میکنه واسه کارش و سفیست و اکید و اینا، یه جورایی با اینا رفیق شده و اینم یک تراژدی و یک نقش بازی کردن برای جذب ویو و بالا بردن ویدیو داخل یوتیوبشه. و اگه گوشی فیمساجی رو گرفتن و اینستاگرامش وارد شدن، چرا موزیکی که داخل یوتیوب داده رو پایین نکشیدن؟ این یه مقدار واسه من عجیبه. حتی آقا بگیم آقا چنل یوتیوبش رو موبایلش نبوده، خب اصلا میگیم رو موبایلش نذاشتتش، رو سیستمشه. این افرادی که من میشناسم و اونجور اومدن بالا سرش، دیگه اصلا به زورم شده ازش میگیرن یا اینکه حتی شده میرن خونه، چون تو خونه‌ش هم دیگه میدونی تنها زندگی میکنه. و تا اینجای کار رفیقاش هم هیچ واکنش نشون ندادن. اگه واقعی بود حداقل فران همین رفیقش خیلی باشه، از اون ور پسره که جدیدن تو موزیک ویدیوش هم بود، اسپریز دیدم اینجوری داشت اسمش. البته بچه اون موقع این پسر واکنش نشون نداده بود، ولی الان در استوری اینستاگرامش یه واکنش نشون داده که اون رو واسه شما میذارم. من خودم شبو نخوابیدم، از شب پیگیرم، چیزی دستم نیومده اطلاعی پیدا کنم، یه چیزی دستم بیاد به همه تون خبر میدم. بچه من خودم واسه فعالیت خودم، بابام اومده استانبول، بابام اینجاست، چند روزه با اونم، نمیتونم خودم کار رو برسونم زیاد، فعلا یه چند روز بریک دادم و بعدش قوی بریم ببینیم کار چی میگه.
در ضمن دم همه بچه ها، دم همه فن پیج ها، همه گرم واسه انرژی که میدید، واسه انرژی که هم چه تو کار موزیک ویدیو چه کار خودم بهم دادی، عشق منید به خدا. ولی فعلا چیزی معلوم نیه، به امامه بگو حتما تا تو تهدید کنی کشتیم تتتت. در مورد کارم من دیگه ریاکشن نرفتم، ولی اینو بگم که من طرفدار سنگین نسل یکم، ولی حق و نخوریم موزیک بال جذابه. یا این پسر موفره که باش ویدیو چالشش رئیس ساعت فرشته رو گرفت، یا حتی خود فرشته یه واکنش جدی نشون میدادن، میگفتم وای چه اتفاقی افتاده، ولی همه سکوتن و انگار یک داستان برنامه ریزی شده است که همه توی یک سکوت باشن و هیچ خبری از فیمس آجی نباشه و فقط یک موزیک ویدیو باشه و همه بریزن سمت اون موزیک ویدیو من نگاه کنن که اینجوری فیمس آجی بیشتر دیده بشه. بچه ها نگاه کنید، با اینکه گوشی دست شاهینلو افتاده ولی استوری این اینستاگرامش که لینک موزیک ویدیوش رو دادم حذف نکرده، اینجا یه کار یه مقدار میلنگه. و از این طرف هم شاهینلو یه جورایی سودشو بره، فیمس هم سودشو بره، شدن پول داده بشه بهش. اینم عواملی که آدم همه فکر میکنن باعث، یعنی یه جورایی عاملهایی که باعث میشه فکر کنیم فیکه بود، ولی به هر حال 50-50 است. یعنی من حتما نمیگم فیک بوده، ممکنه واقعی باشه، ممکنه فیک بوده. به نظر شما چه؟ تو کامنت ها حتما بنویسید واسم که آیا این دراما و این دعوایی که بین شاهینلو و آقای فیمساجی رخ داده فیکه یا واقعیه. خبر کشته شدنش هم بچه‌ها من بیشتر باز کنم، یکی از آشناش اومد اینو من گفت و نمیدونم واقعیت داره و نه، و گفتم تو ویدیو بگم که شما تو کامنت ها بگید که آیا این اتفاق افتاده یا نه و از حالش با خبر بشیم.